دست آمریکا به سوی شریک ناخوشایندش ایران دراز شده است. پس از صحبت تلفنی میان حسین روحانی و باراک اوباما، رؤسای جمهور ایران و آمریکا، یخ روابط دو کشور کمی آب شده و اکنون تلاش ها برای بهبود روابط ادامه دارد. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال گزارش داده است آمریکا در صدد است به اقتصاد ضعیف افغانستان در سالهای اخیر کمک کند و در این راستا نظامیان این کشور به شریک ناخوشایند خود ایران روی آوردند و به خاطر کمک به افغانستان دست همکاری با ایران دراز کرده است. پالیسی های کار بگیره که چطور بتونه در کشورها را داخل بسازه، در افغانستان بخصوص از نگاه سرمایه‌داری میخواد که اگر بتونه افغانستان ایران پایش بکشونه در افغانستان که سرمایه‌گذاری کنه، از نگاه اقتصادی که پا ایران شریک در دولت افغانستان بیا سهم داشته باشه و شریک بشه، پایش کشانده شه به طرف افغانستان. وال استریت جورنال می نویسد نیروهای آمریکایی در دو سال گذشته دوباره به ایران اجازه دادند که نخستین کارخانه داروسازی را در افغانستان بسازد و در عرصه معدن نیز به 4 شرکت ایرانی اجازه سرمایه گذاری در افغانستان داده شده است. پنتاگون در حال میکوشد برای این همسایه غربی افغانستان اجازه سرمایه گذاری بدهد که آمریکا هیچ رابط رسمی با ایران ندارد. بعد از موافقتنامه برجام یک سلسله حرکات صورت گرفته که ایرانی ها را تشویق کردند که سرمایه گذاری بیشتر در افغانستان داشته باشند و همه روی کاغذ و پالیسی های فرضی هست. هنوزی به یک پالیسی عینی و پالیسی واقعی مبدل نشده است. گفته شده هدف این کار آمریکا جایگزین پیدا کردن برای میلیاردها دلار است که در 14 سال گذشته آمریکا و متحدان این کشور به افغانستان کمک میکردند. واشنگتن و تهران رابطه رسمی با هم ندارند و به دلیل اعمال تحریم ها بر این کشور بر سر فعالیت های اتمی ایران، شرکت های غربی از کار به این کشور خودداری کردند. با این حال تنش ها میان آمریکا و ایران تا کنون پابرجاست و آمریکا در حال در تلاش جلب توجه ایران برای سرمایه گذاری در افغانستان است که این کشور تا کنون زیر فشار تحریم های غرب و آمریکا قرار دارد.